سلام دوستان، امیدوارم خوب باشید. در خدمتتون هستم با جلسه هفتم از آموزش زبان ایتالیایی سطح B1. مطالب گرامری این جلسه مطابق با صفحه 97 کتاب اسپرسوی 3 هست. اولین مطلب گرامری که تو ویدیو بهش میپردازیم میکا هست. قید میکا برای نفی کردن چیزی با حالت تأکیدی به کار میره و میتونه معنای افاتو، پرنولا و پرنینت باشه که همه به معنای اصلا و ابدا هستن. اگر میکا بعد از فعل بیاد، قبل از فعل باید حتما نون بذاریم، ولی در غیر این صورت نیازی به نون نیست. برای مثال میکا سی جنتیله، یعنی مهربونم نیستی یا اصلا مهربون نیستی. و حالا اگر بعد از فعل بیاد به این شکل میشه نون سی میکا جنتیله، باز به همون معنا، یعنی اصلا مهربون نیستی، ولی اینجا چون بعد از فعل اومده حتما باید قبلش نون بذاریم. قید میکا برای نفی کردن چیزی با حالت تأکیدی به کار میره و میتونه به معنای افاتو، پر نولا، پر نینته که همش به معنای اصلا و ابدا هست هم معنی بده. برای مثال میکاستا بینه، یعنی اصلا حالش خوب نیست، که حالا اگر میکا بعد از فعل بیاد اول فعل باید نون بذاریم، پس میشه نونستا میکا بینه، باز یعنی اصلا حالش خوب نیست. مطلب بعدی ایل کندیسیونال پاساتو کومه فوتورو نل پاساتو. ایل کندیسیونال پاساتو کومه فوتورو نل پاساتو، این نو کاربرد از افعال وجهی گذشته در جملات پای و پیرو رخ میده. یعنی ما باید حتما یه جمله پایه‌ای داشته باشیم و بعدش جمله پیرو، که این زمان کندیسیونال پاساتو در جمله پیرو مورد استفاده قرار میگیره زمانی که ما تو جمله پایه‌مون یه نوع فعل گذشته داشته باشیم، یعنی هر نوع گذشته‌ای فرقی نمی‌کنه، و جمله پیرومون مفهومش به آینده مربوط باشه. پس ما باید یه جمله پایه داشته باشیم که باید گذشته باشه حتما، حالا هر نوع گذشته، پاساتو پروسیمو، ایمپرفتو، تراپاساتو پروسیمو و هر نوع گذشته دیگه‌ای که اخباری هم باشه، و در جمله پیرو بخوایم یه جمله رو بگیم که مربوط به آینده باشه. اینش خیلی مهمه که حتما باید جمله مربوط به آینده باشه، که در جمله پیرو از کندیسیونال پاساتو استفاده میشه. طریقه ساخت کندیسیونال پاساتو هم که کندیسیونال پرزنت دی اویر او اسر پیو پارتیسیپیو پاساتو هست. یعنی چی؟ یعنی افعال وجهی حال اویر یا اسر به اضافه صفت مفعولی، اویر و اسر رو به صورت کندیسیونال حال صرف میکنیم به اضافه صفت مفعولی میکنیم، که کار سختی نیست. برای مثال کارلو می ها دیتو که سارستی ونوتو ورسوله اوتو. کارلو به من گفت که تو ساعت 8 خواهی آمد. اینجا سارستی ونوتو یعنی خواهی آمد، پس یک عملی که به آینده مربوط میشه. می اویوی پرومسو که کوستانو سارمو انداتی اپاریجی، به من قول داده بودی که امسال خواهیم رفت به پاریس. اینجا هم باز کندیسیونال پاساتو اومده، و همینطور که می‌بینید اینجا هم تو جمله پایه ما تراپاساتو پروسیمو داریم که یه نوعی گذشته است. تو مثال قبلی پاساتو پروسیمو داشتیم، اینجا تراپاساتو پروسیمو. پس هر نوع گذشته ای توی جمله پایه وجود داشته باشه و ما تو جمله پیرو بخوایم یک عملی رو که به آینده مربوط میشه رو بیاریم، باید حتما تو جمله پیرو از کندیسیونال پاساتو استفاده کنیم. و آخرین مطلب گرامری که تو این ویدیو بهش میپردازیم ایل پریودو ایپوتتیکو دل سکوندو تیپو پوسیبیلیتا. پریودو ایپوتتیکو، جملات شرطی، جملات پای و پیروی هستن که در اونها یک شرط و یک پیامد شرط وجود دارن. دقیقا مثل ایف کلاوز ها در انگلیسی، جملاتی که با ایف میان که شرط رو بیان میکنن و جمله بعدشون که پیامد اون شرط رو بیان میکنن. جمله‌ای که با سه میآید در زبان ایتالیایی یک شرط رو بیان میکنند و جمله دیگر بیان کننده پیامد اون شرط است که جمله اصلی باشه. پس سه رو داریم که به معنای اگر هست، شرط رو بیان میکنه و جمله بعدی پیامد اون شرط رو.
این جملات سه گونه مختلف دارن: جملات شرطی حقیقی یا واقعی، جملات شرطی محتمل و جملات شرطی غیر ممکن یا غیر حقیقی. جملات شرطی حقیقی یا واقعی رو توی آدو خوندیم، باز اینجا الان دورش میکنیم و بعدش به جملات شرطی محتمل میپردازیم که درس این جلسه هستش. پریودو ایپوتتیکو دلا ریالتا بهش میگن، جملات شرطی حقیقی یا واقعی. خب اینو از جملات شرطی زمانی مورد استفاده قرار میگیره که شرط ما که در جمله‌ای که با سه میاد قابل انجام باشه، یه چیزی باشه که حتما قابل انجام باشه. و در طریقه ساختش این جمله‌ای که با سه میاد فعلش میتونه حال باشه یا آینده، جمله‌ای که در پیامدش میاد هم همینطور میتونه هم فعل حال داشته باشه هم فعل آینده. برای مثال سفای کمپیتی تی دو رگالو، اگر تکالیف رو انجام بدی به تو یک هدیه میدم، که اینجا دوتا رو حال استفاده کردیم. دوتا رو آینده هم میتونیم استفاده کنیم، فرقی نمیکنه. سفای کمپیتی تی در اون رگالو، اگر تکالیف رو انجام بدی به تو یک هدیه خواهم داد. خب میپردازیم به نوع دوم از جملات شرطی، جملات شرطی محتمل یا پریودو ایپوتتیکو دلا پوسیبیلیتا، که یک احتمال و یک فرضیه رو بررسی میکنه و یک شرایط حقیقی نیست، مثل پریودو ایپوتتیکو دلا ریالتا که الان توضیح دادیم. اگر جمله‌ای که با سه میآید یک شرط کمتر محتمل اما امکان پذیر باشد، فعل جمله‌ای که با سه میاد میشه کنجونتیو ایمپرفکتو و فعل جمله اصلی میشه کندیسیونال پرزنته. دقت داشته باشید که این صرفاً یک فرموله که اینجا به کار میره و با حالا با اون استفاده هایی که شما از کنجونتیو یا کندیسیونال پرزنت یاد گرفتید اینجا متفاوته. فقط اینو به عنوان فرمول حفظش کنید. خب پس فرمول میشه چی؟ اینجا سه میاد، بعد فعل جمله میشه کنجونتیو ایمپرفکتو و فعل جمله‌ای که در جواب شرط میاد پیامد هست میشه کندیسیونال پرزنته. برای مثال سه فاچسی کمپیتی تی داره اون رگالو، که اینجا کنجونتیو و ایمپرفکت اومده و در پیامدش هم کندیسیونال پرزنته اومده که یک احتمال رو بیان میکنه. میگه پس چی؟ یک احتمال، یک فرضیه. اگر انجام بدی احتمالاً تکالیفت رو بهت یک هدیه میدم. پس این یه فرضیه است، این حقیقت نیست. توی این فرضیه اگه طرف تکالیفش رو انجام بده بهش یک هدیه میده. اوکی؟ یا اینجا سه ونیسی اندرمو الچینما، اگه بیای احتمالاً، پس اگه احتمالاً بیای توی این فرضیه میریم به سینما. پس با این پریود ایپوتتیکو دل ریالتا کاملا متفاوته. همین مثال اینجا هم داریم، میگیم سفای کمپیتی تی دون رگالو، اگر تکالیفتو انجام بدی من بهت یک هدیه میدم. این ردخور نداره، این حقیقته، این کارو من انجام میدم. ولی توی این یکی دومیه یک امکانه، 100% ممکنه به وقوع نپیونده. پس اگر انجام بدی احتمالاً تکالیفت رو توی این فرضیه به توی که دیه میدم.